با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین. ممنون و متشکرم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب دوستان، همونطور که در جریان هستین، رهبری صبح امروز در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام حضور پیدا کردن و رسما و شخصا پیامشون رو به تمام دنیا مخابره کردن. اجازه بدین اول این خبر خوب رو خدمتتون عرض کنم. به این دیدار مهم هم خواهیم پرداخت. امضای قرارداد ساخت اولین منظومه ماهواره ایران. سخنگوی سازمان فضایی ایران ظهر امروز اعلام کرد قرارداد ساخت اولین منظومه ماهواره ایران بین سازمان فضایی و یک کنسرسیوم داخلی امضا و این قرارداد ابلاغ شد. این منظومه ماهواره‌ای تماماً با تکیه بر توان متخصصان داخلی طراحی و ساخته خواهد شد. خب در مورد مزایای این پروژه بزرگ و حیاتی زیاد صحبت کردیم. در روزهای آینده هم از این مورد بیشتر خواهیم شنید و البته از ترس و فشار اون جماعت در این راستا هم بیشتر خواهیم گفت. بریم سراغ خلاصه ای از نکات مهم صحبت‌های صبح امروز رهبر انقلاب در دانشگاه افسری امام علی. دوستان لازم به ذکره که صحبت‌ها و مراسم کامل این دیدار رو توی یه ویدیو کامل و جداگانه تو سرخط قرار میدیم. میتونین تماشا کنین و از این همه اقتدار لذت ببرین. اما یکی از نکات مهم این دیدار این تیکه از صحبت‌های رهبری بود که صراحتاً پیام هشداری بود برای رژیم صهیونیستی و شرکاش. این مظلوم نمایی رو رژیم اشغالگر بهانه قرار داده است برای اینکه بتوانه باز به ظلم مضاعف خودش ادامه بده. حمله به غزه، حمله به خانه های مردم، حمله به غیر نظامیان، قتل عام و کشتار دست جمعی مردم غزه. این مظلوم نمایی دستاویزی است به اینکه باز بتوانه این جنایت رو چند برابر کنه. با مظلوم نمایی میخواد این جنایات خودش رو توجیه کنه. عرض کردم این هم یه محاسبه غلطه. بدانند سران و تصمیم گیران رژیم غاصب و حمایت کنندگانشون که همین کار بلای بزرگتری بر سر اونها خواهد آورد. بدانند واکنش این ظلم ها سیلی سنگین تری بر رخسار زشت اونهاست. دوستان یه نکته‌ای رو بگم. همونطور که بارها سران غرب و بیشتر کارشناسا تاکید کردن، معادلات بازی تو این منطقه دیگه خیلی وقت عوض شده و تمام طرف‌ها فهمیدن و شیرفهم شدن که کت اینجا تنه کیه. اگر دقت کرده باشین در دفعات گذشته که عملیاتی در اسرائیل صورت می‌گرفت، رهبری اینگونه سخنرانی نمی‌کردن و خود این مراسم یک دنیا حرف و پیام داره به دنیا مخابره می‌کنه. هرچند که رهبری هم به صراحت تمام بخشی از این پیام‌ها رو بیان کردن، اما چه بسیار رازها که در تک تک ثانیه‌های این دیدار نهفته هست که تو برنامه‌های آینده بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. دلیل این موضوع همینه که می‌خوایم ببینیم دشمنان ایران چه واکنشی به این صحبت‌ها دارن. شما هم نظراتتون رو برامون کامنت کنین دوستان. پس لرزه‌های این سخنرانی حالا ادامه داره و همونطور که عرض کردم تو برنامه‌های آینده بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. خب همزمان با این دیدار از اسرائیل هم خبر رسیده که شهرک سدروت اسرائیل زیر حمله موشکی سنگین فلسطین قرار داره. بنابر رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدن بازرس آوی زیدون، معاون گشتی پایگاه افکیم، سرگرد الیران ابرگیل از اداره هماهنگی عملیات و دو سرباز دیگر در درگیری با اعضای مقاومت اسلامی رو تایید کردند. این در حالیه که حماس کرکوپر مقامات صهیونیست رو به باد داده و ساعتی پیش اعلام کرد که ما تا حالا فقط 2000 رزمنده به جنگ فرستادیم و هنوز 40,000 رزمنده دیگر در نوار غزه داریم. همزمان با این پیام مهم، به گفته سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، حدود 150 صهیونیست در نوار غزه اسیر نیروهای مقاومت فلسطین هستند. حالا در همین راستا این تصویرم ببینین که خودش گویا هست. مقایسه آمارهای شهدای فلسطینی و تلفات صهیونیست‌ها در فاصله زمانی 15 سال. به نظر من علی خامنه‌ای و پاسداران
یک هدف راهبردی داشتن که بتونن توافق ابراهیم رو برهم بزنند. به نظر من موفق شدن، حداقل در آینده کوتاه مدت. من نمی‌بینم الان کدوم دولت عربی، من فکر نمی‌کنم هیچ دولت عربی بتونه با اسرائیل روابط رو عادی بکنه تا وقتی این جنگ درگیر تا این جنگ ادامه داره. این هدف علی خامنه ای بود و متاسفانه فکر می‌کنم موفق هم شد. ما تحت یک خطر فوری و شدید هستیم سراسر اسرائیل. ما حماس رو در جنوب داریم، حزب الله شیعه رو هم که تحت حمایت ایران هست در شمال داریم. من نمیدونم اونها از جان ما چه میخواهند. من فقط میدونم که اونها در صدر برنامه‌شون هست که ما رو بکشند و ما رو به دریا بندازند. اونها میخوان ما رو از این کشور بیرون بکنن از هر طریقی که میتونن بکنن. این توانمندی که در این چند روز اخیر از حماس در غزه دیدیم همه دنیا رو شگفت زده کرده بود. در کنار اینکه کاملا محاصره دریایی، زمینی و هوایی هست و میدونیم که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل و غرب به صورت کامل اونجا در واقع احاطه دارن. ایرانی ها میخوان ما رو به دریا بندازن. بابا چرا ترس براتون داشته؟ ما با شما کاری نداریم که. بد نیست بدونین همینایی که دارن الان اینجوری مظلوم نمایی میکنن و یه عده احمق‌تر از خودشون هم باور میکنن، دیشب آب رو بر روی ساکنان غزه قطع کردن. گروهک درنده‌ای که حدود 8 دهه قبل با حمایت قدرت‌های مثل انگلیس و آمریکا اعلام موجودیت کرد، سالها با وجود نسل‌کشی‌های فجیع در روز روشن متحمل کمترین هزینه‌ای در پیشگاه جامعه جهانی نشد و ظرفیت‌های سازمان ملل برای تنبیهش تقریباً چیزی جز شوخی نبود و در هر جنگی که به راه مینداخت آمریکا و قدرت‌های اروپایی هم تمام قد حمایت مالی و تسلیحاتیشون میکردن. بعد از 75 سال هنوز عادت ندارن در مقابل مبارزان فلسطینی به روش‌های مرسوم در دیگر ارتش‌های دنیا بجنگن. استیصالش مقابل نیروهای خستگی ناپذیر مقاومت به حدی رسید که دست به چنین جنایت روشنی زد: بستن آب به روی کودکان، زنان و مردان در غزه. بعد یه عده ابله مزدور شدن کاسه داغ‌تر از آش. همه شاید فکر میکردن منتظر یک حمله نظامی حتی شاید محدود اسرائیل به ایران بودن، اما انگار ماجرا برعکس شد و به نوعی نیروهای نیابتی ایران در حال حمله به اسرائیل هستن. تحلیلتون چیست از این اتفاق؟ اونچه که دیروز 7 اکتبر 2023 در اسرائیل رخ داد به نظر من یک به اصطلاح بازی عوض کن یا گیم چنجر در خاورمیانه هست. متاسفانه روز جشن و عید یهودی ها تبدیل شد به روز عذاب. جان این حدود 100-200-300 گروگان و هیچ کس نمیدونه هنوز چه تعدادی هستن، شاید خیلی بیشتر و شاید جنازه های زیادی هم بردن با خودشون در داخل غزه. پس همه اینها به یک مشکل بسیار بسیار سختی تبدیل میشه. این مفلوک ها در حالی عزا گرفتن دوستان که کانال 12 اسرائیل به گواه شهرک نشینان اسرائیلی اطراف غزه گفته که نیروهای حماس زنان و کودکان را به حال خود رها کردند و بر دیوار منازل نوشتند که قسام کودکان را نمی کشن. دقت کنین دوستان، اینو کانال 12 اسرائیل داره اعلام میکنه به نقل از ساکنان محل. در مورد این اتفاق بزرگ آقای رایفی پور هم یه توییت بسیار قابل تأمل نوشته. اجازه بدین براتون بخونمش. بنویسید: انتقام مقاومت از رژیم صهیونیستی. بخوانید: پایان دالان تورانی ناتو در زنگزور که قرار بود با حمایت اسرائیل پیش برود و پیام واضح به علیوف و اردوغان. پایان کریدور عرب مدیترانه با محوریت همکاری رژیم صهیونیستی و عرب، خط و نشان برای کشورهای عربی که به دنبال ارتباط با رژیم هستند. پیام به ابرقدرت ها که بدون اذن ایران اتفاقی در منطقه نخواهد افتاد و ایران کنار گذاشته شدنی نیست. پیام به اپوزیسیونی که سال گذشته همین موقع فکر میکردن جمهوری اسلامی رفتنی هست و حالا پس از حذف عربستان از حامیان، انجام معامله 6 میلیاردی با بایدن به حساب رژیم رسیده خواهد شد. ایران شاید سکوت کنه و صبر استراتژیک داشته باشه، اما هرگز فراموش نکرده و زمان و مکان و نوع انتقام رو خودش تعیین کنه. قرار بود به زودی سوریه و عراق رو به هم بریزن، حالا باید به فکر شنا در مدیترانه باشن. لطفاً شما برداشتتون رو از این توییت با رعایت یه سری مسائل برامون کامنت کنین. خب دوستان دارن اشاره میکنن که اینتراشغال بازم جا به جایی داشته. بریم ببینیم داستان این رسانه چیه. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از اسرائیل، کشوری که درگیر جنگی کم سابقه و خونین در نیم قرن اخیر شد. وحشتناک بود. ما صبح شنبه بیدار شدیم و دیدیم که زنان و کودکان ما به قتل رسیدن.
کشور. 700 شهروند کشته شدند. تروریست‌های حماس در حمله شبیه به حمله‌های داعش زنان و کودکان ما را از تختشون بیرون کشیدند. خب شاهد تغییر تاکتیک موساد در اینتراشغال و انتقال موقت دفتر واشنگتن به سرزمین‌های اشغالی همزمان با گفتگوی اختصاصی با سخنگوی رژیم صهیونیستی هستیم. فعلا ویدیوهای بیشتری از این گفتگو منتشر نشده دوستان. تو ویدیوهای بعدی مفصلا در مورد صحبت خواهیم کرد. همزمان با سوزش شدید فرداد فرهزاد و بابک آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلام کرده که من میدونم که مردم فلسطین نارضایتی‌های مشروعی دارن. چه عجب، مناقشه اسرائیل و فلسطین بی‌دلیل نبود. این از یک اشغال 56 ساله بیرون آمد که برای مدت بسیار طولانی ادامه داشته و هیچ راه حل سیاسی در چشم نیست. کمک‌های بشردوستانه باید به غزه اجازه داده شود. چه عجب، بعد دو روز یه واکنشی داشتین، واقعا قابل تقدیره. و اما در انتهای این ویدیو هم بریم سراغ لینسی گراهام که توی یه صحبت مضحکانه پیشنهاد کرده که ایران رو بمباران کنین تا از تشدید جنگ جلوگیری شود، اگر جرأت این کار رو داشتین که خیلی وقت پیش انجامش داده بودین. لینسی گراهام دیشب در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه فاکس نیوز در سخنانی مملو از فشار گفته که ما باید چندین پالایشگاه ایران رو هدف قرار بدیم تا از این طریق بتونیم جلوی حمایت‌های ایران از حماس رو بگیریم و همچنان مطمئنم که این حمله توسط ایران برنامه ریزی و اجرا شده. و در نهایت هم بدون اینکه خندش بگیره میگه که اگر به یک آمریکایی در اسرائیل آسیب برسد ما چندین نیروگاه در ایران رو هدف قرار خواهیم داد. یادم دفعه قبلی کسی که این حرفو زد یه پیرمرد اسرائیلی بود که کل امپراتوری اقتصادیش رفت زیر ضربه. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.